है موزون جهان عاشق موزون طلب شد رخ من سکه زر شد رخ من سکه زر تا که به میزان برسم با عرض سلام و وقت بخیر خدمت شما بینندگان و شنوندگان عزیز که در این برنامه با ما همراه هستین. به برنامه چند نگاه خوش آمدین. طبق روال هر دوشنبه افتخار این رو داریم که مهمان منازل شما سروران عزیز باشیم. خب دوستان، حتما مثل همیشه دوشنبه ها منتظر این هستین که رامانا همکار خوبمون بیاد و خبرهای دور دنیا رو برامون بیاره و ما هم با شما گپی رو شروع کنیم و بهتون بگیم چه اتفاقایی در دنیا داره رخ میده. متاسفانه با این طوفان وحشتناکی که در آمریکا هست، خبرها همه الان تمام خبرگزاری ها در کانادا، در آمریکا همه طبیعیه که دارن دنبال این طوفان رو همجوری گرفتن، ببینن به کجا پایان پیدا میکنه. که حالا به هر حال در هفته چند روز گذشته مرتباً تمام این که کجا خسارت دیده، مردم شهر رو خالی کردن راجع به شلترها و خلاصه خبرهای خیلی خوبی نبوده. بنابراین سفری نخواهیم داشت به آمریکا امروز به دلیل اینکه خودشون درگیریهای شدید خودشون رو دارن، انقدر که دیگه 11 سپتامبر به قول معروف همه یادشون رفت که 11 سپتامبر چی بود و چی شد. اینه دیگه، به هر حال وقایع تاریخی و حوادث طبیعی رو نمیشه کاریش کرد. فقط باید دعا کنیم که مردم صدمه نبینن و بالاخره همه بتونن برگردن سر خونه زندگیشون. این تنها کاریه که فعلا از دستمون برمیاد. هیچ کس جلوی حرکت طبیعی طبیعت رو نمیتونه بگیره. اما ما و شما، ما و شما فرصت این رو داریم به جای اینکه بریم اون ور دنیا و ببینیم که به هر حال این زد و خوردا به کجا انجامید، در همین جا بمونیم در شهر تورنتو، شما عزیزان رو هم مهمان کنیم به یک برنامه ویژه که امروز به خاطر غیبت رامانا من فرصت این رو داشتم که بتونم از دو مهمان عزیز دعوت کنم و به استودیو بیان. خب میتونم شما رو هم به این مهمانی ببرم، به این مهمانی عرفانی و برنامه رو که به زودی در شهر تورنتو روی صحنه خواهد رفت. ما امشب در برنامه بخشی از برنامه رو همکار بسیار خوب بنده خانم لیلی نبوی که خب با این نام در شهر تورنتو میشه گفت تقریبا همه آشنا هستن، کسایی که در کارهای اجتماعی فرهنگی کار میکنن خب با نام ایشون آشنا، شنونده های خوب ما هم که ظرف 15-16 سال گذشته شاید هم بیشتر به هر حال با برنامه های ایشون آشنایی کامل دارن. در بخش تلویزیونی هم سالهایشون محبت داشتن به برنامه ما و بخشی رو برای زنان اجرا می کردن، برنامه خاصی رو، و الان به خاطر مشغولیات زیادی که دارن نمیتونن ساعتهای زیادی رو پیش ما باشن، کم سعادتی ما. اما امشب به این برنامه آمدن به دلیل مهمان عزیزی که داریم، هنرمند خوبی که متعلق به همه شما و ما هست، از ایشون دعوت کردیم به دلیل آشنایی نزدیک و شناخت کاملی که از هنر ایشون خانم نبوی دارن، درخواست کردم که بیان و حتما در این برنامه مورد نظر ما و خاصی که براتون 16 سپتامبر روی صحنه خواهد رفت بتونن توضیحی که حق کلام هست براتون بدن و شما رو دعوت کنن به آمدن در این برنامه عرفانی خاص. یک در واقع سیری در موسیقی عرفانی ایران خواهند داشت. اگر علاقمند هستین کانال رو عوض نکنین، همراه ما باشین تا ما شما رو به بهترین جایی که ممکنه ببریم. اجازه بدین خدمت خانم نبوی عرض ادب داشته باشم و خدمتتون عرض کنم که مهمان برنامه ما آقای سولی هستن، هنرمندی که با نامشون از میشه گفت نسل قدیم، نسل امروز و همه و همه در ایران عزیزمون، در کشور عزیزمون، در اینجا، در آمریکا و به هر حال هنرمندی که نیازی به معرفی نداره. سولی هنرمند خوبی که در قلب همه جا داره اما در شهر ما زندگی میکنه و یکی از افتخارات ماست در این شهر به این دلیل که هنرمندی بود که از خطه هنر، عالم هنر ایران آمد ولی به لس آنجلس نرفت. نه اینکه ما شما لس آنجلسی‌ها رو به هر حال بخوایم خدای نکرده بگیم هنرمندای ما رو بودید، خیر،
ایشون انتخاب کرد که نره و در این برای ما خیلی مهمه و به این دلیل هم هست که باید هنرمند سولی متعلق به همه است. سولی هنرمند همه مردم ایرانه، ولی چه در زمان خودش چه با کارهایی که به هر حال به این ور آب و نگاه و نگرشش اصلا عوض شد و کارهای بزرگی رو که روی صحنه برده در عالم عرفان. اما به این دلیل که مردم شهرش و ایرانیان اینجا رو ارج گذاشت و مون و حالا نوبت ماست که بتونیم ازش حمایت کنیم و بریم برنامه‌های زیبایی رو که روی صحنه میبره ببینیم و لذت ببریم. اجازه بدید خدمتتون عرض ادب داشته باشیم. بقیه صحبت‌ها و اجرای خاص 16 سپتامبر رو از زبان خودشون بشنویم. خانم نووی عزیز، همکار بسیار عزیز ما، عرض ادب و احترام دارم خدمتتون، خیلی خوش آمدید. سلام عرض می‌کنم خدمت شما، خدمت آقای سولی و دست جمعی. سلامی برای بیننده‌های برنامه تلویزیونی تصویر ایران در تورنتو و همتون شنونده های رادیو 24 ساعته صدای ایران تورنتو که با ما هستن و در مورد این برنامه باشون صحبت. بسیار ممنونم. ما لحظه جناب سولی رو در تصویر داشتیم، اما اجازه بدین که من هم عرض ادب داشته باشم خدمتشون، خوش آمد بگم جناب سولی عزیز. عرض احترام دارم خدمتتون. بسیار خوش آمدید. خیلی متشکرم. بنده عرض سلام دارم خدمت شما و بینندگان عزیز و سپاسگزارم از چی میگن همکاری و همیاری و پشتیبانی شما در طول این سالها از من و کارهای من در این شهر. تمنام میکنم، باعث افتخاره. خب دوستان عزیزانی که به هر حال گفتم خوشبختانه آقای سولی نه نیازی به تاریخچه دارن و معرفی، هنرمند قدیمی که من البته یک چیز رو دوست دارم اشاره کنم. من خودم خیلی کوچیک بودم، نمیخوام بگم ایشون خیلی همان بزرگتران که هستن، بزرگ همه ما هستن، ولی من یادم کوچیک که بودم آقای سولی رو میشناختم. میان سال که شدم باز آقای سولی رو میشناختم. الان در میدونم با نسل جدید هم با نسل جوان ما هم پیوندی دوباره بستم. این خیلی برام مهمه که من زمان بچگیم یادم میاد آقای سولی رو و در این دوره هم میبینم که با نسل خیلی جوانتر از ما تونسته در دنیای موسیقی پیوند برقرار کنه و برنامه‌های خاصی رو روی صحنه ببره و شاهکاره. به هر حال ما خوشحالیم که در تورنتو هستین و پیش هموطنان ایرانی مقیم تورنتو و ما هم گهگداری افتخار این رو داریم که در خدمتتون باشیم. قربون شما برم، دوست دارید، خیلی ممنونم. بنده در خدمتتون هستم. صحبتی رو که شما در ضمن صحبتتون فرمودین آقای سولی از گذشته گفتین و بعد یه جمله رو شما فرمودین که حواس منو برد به این نقطه که خدمت دوستان عرض کنم که وقتی اومدن این طرف آبها و کارشون رو تورنتو انتخاب کردن برای اینکه کارشون عرضه کنن، حالا هوای عرفانی. من باید اضافه کنم شون از اول حالا هوای عرفانی داشتن. علتش رو عرض کنم خدمتتون، چون داشتم فکر میکردم، همیشه هم به سولی وقتی فکر میکنم اینجوری فکر میکنم که سولی یک ترانه‌ای رو داشت که دیگه کسی نیست که در تاریخ موسیقی ایران ندونه در اون مورد، حمدی فیل. خب ملودی زیبا بود، خواندن زیبا بود، متفاوت بود، نو بود، ولی شما وقتی کلام رو الان توجه کنین میبینین که کلامیه که از یکی از شاعران تمام سخن عرفانیه، منتها در اون قالب موسیقی. بنابراین همیشه سولی اون روحیه عرفان رو داشته. یعنی اگه نباشه نمیشه این بشه. یعنی یه چیزی باید ریشه باشه که این بشه. در ادامه این من میتونم بگم که من این ذوق رو داشتم به دلیل که همون موقع ما که آهنگسازی میکردم بیشتر و شعر حافظ میساختم، ای باد نسیم یارداری مثلا، یا شعر شمس مغربی مثلا، خدا میداند برای خودم و ابی و نلی ساختم اینو برای برنامه پنجره ها، و اصولا اشعار کلاسیک بیشتر بود مورد توجه من بود تا ترانه که تصنیف و ترانه، و این ذوق داشتم و بعدم خدا رو شکر که تقویت شد این ذوق. بعدم که انقلاب شد ما بیکار شدیم، فرصت دیگه ای شد که این مقدار بیشتر کند و کاف کنم، من بیشتر به ادبیات پرداختم، این مقدار مطالعه کردم، بعد به موسیقی بیشتر پرداختم، بعد شروع کردم به تولید و آهنگسازی های خیلی مدرن رو دیگه شد انتخاب خوده. آره دیگه خودم به اجبار این که جامعه چی میپسنده نبود، من دیگه برای که کسی نساختم، برای خودم ساختم. تجربه خوبی هم شد برای که هم رو شعر نو
آهنگسازی کردم، شعرهای سهراب سپهری یه چند تایشو بسیار خوبم در اومدن خدا رو شد، همشهری ما رو میگه. بعد یه کار جزی کردم و این کارم حقیقت اصلش برمیاده به زمان انقلاب. ما تو اون زمان یه چیز فلبداهه اجرا کردیم و ضبط کردیم به اسم واقعه که شرایط روزیم، حالا من یه مقدار ملودی داشتم و خوندیم تو اون چیز، ولی یه شعر خوندم اونجا از مولانا، یه رباعی که میگه این واقعه را سخت بگیری شاید، از کوشش عاجزانه کاری ناید، از رحمت ایزدی کلیدی باید تا قفل چنین واقعه را بکشاید. و این از اونجا شروع شده این حال و خدا رو شکر ادامه پیدا کرد. من یادم میاد، یعنی در واقع بازگشت دوباره شما رو که روی صحنه دیدم و گفتم مثلا آقای سولی تو شهر خودمونه. خب منم تو کار مدیا بودم، خیلی هم دلم می‌خواست هنرمندایی که به هر حال از قدیم میشناسیم چون پایه هنری شهر ما بودن و هستن. یادم با گروه لیان شروع کردیم. بله بله، یادش میاد. یک مطلبی رو باید اینجا اضافه کنم که من به هر حال سولی قدیم رو که از طریق تلویزیون و موسیقی میشناختم، این سولی عزیز که واقعا خیلی از تای دل دوستش دارم، صمیمانه دوستش دارم، رو از سال 93 یعنی از زمانی که آمدم تورنتو تو برنامه های فرهنگی دانشگاه، دانشگاه یورک و جای مختلف در سال 90 تا حالا، و ولی آشنایی نزدیکتر از سال 93 در حقیقت، دقیقا فوریه 93 که یک قطعه رو در یک جمعی برگزار اجرا کردن که این به نظر من یه قطعه کلاسیک خواهد بود همیشه، بر اساس شعری از دکتر جواد نوربخش دم غنیمت هست. یک کار کلاسیکه، یعنی دو تا هنرمند، ایشون و هنرمند دیگری، یک کار عجیبی بود. و خوب خاطرم میاد که در اون جمعی که بودیم و در نوع کارهای جدیدی رو که الان سولی جان بر اساس مولانا یا به اصطلاح گویندگان شعر سرایندگان عارفانه ایران اجرا کردن، اون جمعی که بودیم که این جمعی مقدارم بعدن گسترش پیدا کرد، یک جمله رو گفتن که من مخاطب حقیقی خودم رو در این لحظه بدیکم، که البته بعد این مخاطب گسترش پیدا کرد به کل جهان، یعنی کنسرت های مختلف، یعنی واقعا مخاطب روز اول شاید این نوع کارشون مخاطب شاید 20 نفر بودن، ولی بعد از طریق این با گروه لیان در حقیقت که اون گروه لیان هم همین حال و هوا رو داشتن، یک بار این فرصت پیش آمد که سولی حقیقی بزرگتر شد و سفر به تمام دنیا، بعد کارهایی داشتن، کارهای اپراتیک داشتن و خیلی جالب. خب من البته متنوع کار کردم تو ژانرهای مختلف کار کردم اینا، ولی این تجربه موسیقی عرفانی و موسیقی خانقاهی رو به روی صحنه بردن با گروه لیان انجام دادیم که پارتش خانقاهی بود، پارتش کلاسیک سنتی. در اونجا این تجربه خیلی راهگشا بود بر من که واقعا چقدر خواهان داره این موسیقی، برای اینکه این موسیقی درسته که بیسیکش موسیقی سنتی ایرانه، ولی گوشه ها رو اونجوری تعقیب نمی کنه، چون میره برای کلام، میره برای تعریف کلام. و موسیقی قوالی هم که بهش میگن، یعنی یه قولی رو هماهنگی آهنگینش بکنی و بتونی این قول رو منتقل بکنی. و این بهترین راه شد برای من که من که دارم مطالعه میکنم رو مولانا، رو عراقی، نمیدونم رو کل شعرهای کلاسیکی که عطار فنان و تمرینم داریم میکنیم تو خانه ها، چون معمولا داریم میزنیم میخونیم اینا، این است که حالا برای اینکه اینا رو بیاریم بو صحنه باید یه استراکچری برایش درست بکنیم. و من این اتود رو از تو خانه ها آوردم بیرون در حقیقت، و الان میتونم بگم که خدا رو شکر میتونیم انجام بدیم. حدود شاید 10-12-13 سال پیش من ایران بودم برای دیدن مادرم، رفتم خدا رحمش کنه. روزنامه شهروند اونجا همشهری اومدن با من مصاحبه کردن و توی در ایران، در ایران
که بعد تو اون مصاحبه من اون موقع اینو گفتم و اینا هم تیر کردن با حروف درشت که موسیقی میخواهم موسیقی قوالی ایران رو زنده کنم. خب میدونیم که موسیقی با اومدن اسلام ایران رفت به کنج دخمه ها و یا خانقاه ها و جمع های جمع و جور اینجوری و اونجا کار کوچو کردن، هیچ وقت شکل و اون چیزی که انتظارش میرفت شکل بیرونی پیدا نکرد که بشه در یک اجرای ندید. قبول های خیلی خوبی ما تو خانقاه ها داشتیم، به خصوص تو خانقاه نعمت اللهی، فوق العاده کاراشون رو من میشنوم روانم پاک میشه. چرا؟ اصلا مسئله موسیقی مسئله شون نیست، مسئله کلامه و این کلامو چجوری یه لقمه بکنن بذاره در چون آموزش از طریق کلامه یعنی اصلا به همین دلیل کلام اهمیت داره توی موسیقی بیس ما کلامه. و این باید شد که من واقعا یه جدی گرفتم و هم که گفتی با جوانان بیشتر چیزی و این کار من باعث شد همون کارهای مدرنی بود که کردم جوانان رو متوجه میکن و الان مثلا موزیسیان هایی که من میزنن نصف سن منه دیدم. بله در و البته در فرصتی که در این شهر، امکاناتی که در این شهر هستش برای اجراهای مختلف موسیقی، فرصت مناسبی هست که این نوع موسیقی عرضه بشه. از جمله من مطلبی رو که میخواستم خدمت سولی جان و شما عرض کنم و دوستان، البته که اسمال ورلد میوزیک یک سازمان غیر انتفاعی هستش که از سال 1997 بنیاد کارشو بر این گذاشته که موسیقی های ملل مختلف و خیلی کارشون خوبه و موسیقی های عرفان های مختلف از عرفان های سرخ پوستی کاری که خود ما ایرانی ها نتونستیم انجام بدیم، یعنی شاهکار کارشون. شما یک طیف وسیع، گستره بسیار وسیع از کار رو ارائه میکنن. من حتی نوعهای مختلف از کار رو، فرزن من خاطرم میاد خانم اعظم علی رو دعوت کردن در اون نه در خیابان کوین یه مرکزی هستش که یه سری کار شما هم کار مشترک توشین با هندی ها و ملیان. من چند دفعه بودم توی اسمال بورد میوزیک. بله اسمال بورد میوزیک واقعا ازش من به شخص سپاسگزارم و این برنامه‌ای که قرار عرضه بشه این برنامه اسمال بورد میوزیک برگزار میکنه. فستیوالش که هر سال در سپتامبر اسمال ورلد میوزیک اجرا میکنه، چون یه چیز نان پروفیته و گرانت میگیره و این گرانت رو باید خرج کنه و خیلی هم به آرتیستا احترام میذاره. این آقای آلن دیویس که خودش هم موزیسین درام میزنه و من دو سه تا برنامه با خود آلن اجرا کردیم توی لولا لانج که با امیر کوشانی هم بود 2009 فکر کنم 2009 بود و این کار رو سی بی سی ضبط کرد و به عنوان یکی این کار استریت بود وینتر نوروز که اینو بعد شب عید تو شبکه سرتاسری پخش کردم. آقای آلن دیویس البته ازشون تشکر باید کرد چون خاطرم میاد در سالهای 2000 و قبل از 2000 اولین کارشون هنرمندان بزرگ ما مثل شجریان اینها را برگزار کردن برنامه شده، یعنی این خیلی حرکتی بود در معرفی. البته ایشون در مورد ملل دیگه و فرهنگ های دیگه هم همین کار رو میکنن و این فرصت خیلی مغتنمی هستش که با این فستیوال آقای سولی این کار به خصوصی که شما دارین انجام میدین، من اگه اشتباه نکنم یک بار شبیهش یا میشه گفت بخشیش از این همین فستیوالی که در 16 سپتامبر خواهید دید دوستان روی صحنه شما اجرا کردین و من در اون اجراتون بودم. بله تو آقا خانم میوزیم. بله درسته و اون کارم خب کار خیلی بزرگی بود و دوستانم دارن نمونه کار رو میبینن، ولی الان داره این کار به یه ذره بزرگتر و گسترده تر انجام میشه. درسته ما چون در این فستیوال نمیتونیم آنتراکت بدیم این است که ما یک سرش کردیم و چون قسمت دوم باید کوکیمون رو عوض میکردیم، این است که تو همین کوک اول میمونیم و یه چند تا کارت که نشدیدن جدیده بهش اضافه میکنیم که انشاءالله خوش رو بیارم. و البته این کارتون خیلی فکر میکنم برای جامعه خودمون با
به قول اینجا یا make sense معنی دار میشه، به دلیل اینکه من یادمه چون الان تو این برنامه بودم مجبورم خاطرات خودم برای دوستان بگم که میخوان تشریف بیارن 16 سپتامبر. اولا سر ساعت بیاید، خیلی مهمه. و حالا آقا خان هم یکم مقرراتش خیلی سخته و یعنی شما واقعا آخه این نوع موزیکی هم وقتی بینش میری این موسیقی رو واقعا نمیتونی ارتباطی که میخوای برقرار کنی. و به هر حال یه دی که برای بریک رفته بودن بیرون، خب حالا این شما این فرصت رو سعی کردین برنامه اصلا یه کار طرح متفاوت اجراش کنین، خیلی خوبه برای جامعه ما. رفته بودن بیرون به موقع نتونستن بیان داخل و یکی بله یکی از دوستان من هم که با من در اون برنامه بود، ایشون هم هی به من تکس میزد که خب این تلفنام که قربونش برام دیگه این روزها، و میگه من پشت در موندم. گفتم خب من کاری نمیتونم بکنم، من یعنی چی تو که همه کاری میتونم، من همه کاری میتونم بکنم. شما به هر حال همه جا دست دارین، همه کاری انجام میدید. من یکی رو نمیتونم، برای اینکه باید یاد بگیری، خودم اعتقاد دارم بهش که به موقع بیا. اصلا برای چی بلند شدی میشه عزیز جان؟ من که نشسته بودم چی شد؟ به هر حال نذاشتن. من دیدم که عده دیگه هم واقعا یعنی به قول معروف بال بال میزنن که بیان ادامه برنامه رو ببینن و دلشون میخواست که از دست ندن حتی ثانیه های برنامه رو. و خب اینام هست، اینام هست که من واقعا شاهد بودم که یه 10 دقیقه طول کشید تا یه کمی برحال به تمی جایی رسید که آروم آروم مردم رو سعی کردن بیارن داخل و کمک کنن. برحال این مقررات هم هست، شما به موقع بیاین حتما، ولی این کارتون بعد نبوده به نظر من که یک سره میریم برای جامعه ما تمرین خوب. اینم عرض کنم خدمتتون که این برنامه چون تو چرچ اجرا میشه، این چرچ هم بتونه عرض کنم که یه مرکز کنسرت های موسیقی های اسپریچوالی و حتی بعضی از گروه ها و ملیت ها میان بیتوته میخونن تا صبح. من دقیقا کنسرت های گرفتم تا 6 صبح، یعنی خود مکان اصلا یه حرفی برای گفتن. اصلا کنسرتی از بودی که ساعت 6 بعد از مال هندی ها بود، من خاطرم میاد رفتم 6 بعد از ظهر رفتم تا 6 صبح کنسرت ادامه داشت. هر یه کنسرت هم یه ساعت، یه ساعت و نیم. ریتم آروم خیلی جای خوبیه. اینم که ما اینو میخوایم در یک برنامه اجرا بکنیم، چون جای پذیرایی در چرچ نداریم از مردم که مثلا آنتراک بدیم که بیان بیرون مثلا اقلا یه نوشابهی بشون تارو بشه چایی قهوه‌ای فلان نداریم. امکاناتو بهتر با خود عدن هم تصمیم رو گرفتیم آیده ایلیس که ما رو یک سر اجرا کنیم. من یه مطلبی رو شرمنده شما سوال های من بر اساس این هست که به هر حال دوست داریم راجع به این برنامه 16 سپتامبر از دانی که نیمدین به آقا خان و تجربه، چون به هر حال سبکی از کار خیلی شبیه همه، ولی خب بزرگتر و اضافه شده به اجراها و ما در اونجا فرزاد رو داشتیم که بسیار معروفه به رقص سماش و امیدوارم امروز برسه به برنامه بیاد پیش ما دقایق پایانی برنامه رو. ولی به سوالاتی هم که از خود آقای سولی داریم، به هر حال شما با این اجراها آقای سولی خب تو دل مردم، تو دل همه جا داری، ولی تورنتو یا خب نگاه دیگه به شما دارن، انتظاراتشون چیز دیگه و هر حال هنرمندشونی دوست دارن، ولی خودت با اجرای این کارا در جستجوی چی هستی؟ والا من یه جوری زاده این کار، چجوری به این دلیل که تو خانواده بزرگ شدم که دقیقا بیشتر اهل عرفان بودن و اهل گفتگوهای ادیبانه بودن تا حرفای معمولی، و بعد اینکه یواش یواش خودم این احساس در من بیشتر قوت گرفت که من مثل اینکه چیزی کم دارم و دنبالش میگردم. و به همین دلیلم جالبه که بهتون بگم در شاید 20 چند سال پیش یه شب شعر گرفته بودن شعرهای شهر در دانشگاه یو، شب یلدا بود، 18 تو شعر بودن بینگلی خواهر نویر آوردم این کار شب یلدا 93 18 تو شعر شهر برنامه داشتن، موزیک نداشتن، از من دعوت کردن موزیک اونجا رو اجرا کنم. منم در دو قسمت، پایان قسمت اول و شروع قسمت دوم با پیانو یه چند تا از کارامو خوندم. اونجا این شعله زده شد که من یهو دیدم که یکی اومد دست من یه مجله صوفی داد و این صوفی که گرفتم، بعد یکی دیگه اومد یکم اگه آقا شما که این چیزا رو میخونی بیا من بگم که یه چیزایی هم باید بریم بدیم گوش کنی. بعد با ایشون آشنا شدم همون شب نزدیک تو چه شما.
و این ادامه پیدا کرد. حالا من کجا میخوام برسم؟ به هیچ جایی نمیخوام برسم جز اینکه راحت بتونم بگم ما یکی هستیم، یک پارچگی، وحدت. من دنبال وحدتم و اینو میبینم و اگر بتونم اینو نشون بدم یه جوری و اگر یه جوری اینو بیرون بیارم که فرقی بین آدم ها نیست، من بردم. من یک مطلبی به صحبت سولی جان اضافه کنم در مورد موسیقی که عرضه میکنن، یعنی موسیقی که به نام موسیقی عرفانی عرضه میشه و معرفی شده و میشناسن. من یه تعریفی رو قبلا هم با سولی جان این صحبت رو کرده بودم، یک تعریفی رو از جناب سطوت که در مورد موسیقی ایران صاحب نظر هستن دارم. ایشون میگن که تو طبقه بندی موسیقی سنتی، مدرن یا هرچی، در مورد موسیقی عرفانی میگن که موسیقی هستش، حالا ویژگی های نواختنش و اینا رو که میگن جدا، میگن موسیقی عرفانی موسیقی هستش. اگر شما به یک کنسرت حقیقی عرفانی رفتین، وقتی از سالن اومدین بیرون دشمنتون رو بغل میکنین. خیلی تعریف زیباییه. کنسرت میگن اونقدر دیگرگونی درتون ایجاد میشه که جز عشق، جز سول، یه بیلیت بر دشمن رو و واقعا موسیقی عرفانی اگر کسی تجربه شو داشته باشه که این سعادت نصیب کسانی که در حال شنونده این موسیقی هستن و در مجالسی هستن که امکان اون شنیدن رو دارن و در مورد سولی جان وقت در جایی هستن که شنونده کاریشون هستن، من تعریفش بسیار سخته، چون من میتونم به طور معمد مثال بگم که شما راجب سیب برای شما صد تا دلیل بیارم، خاصیتش اینه، رنگش اینه، پوستش، ولی مزهش رو نمیتونم بهتون بگم تا شما اون سیب و گاز نزنین، نمیتونین مزهش رو بچشید. و حالا وقتی این فرصت در شهر ایجاد میشه که شنونده چنین موسیقی باشیم، فکر میکنم فرصت مغتنمی هستش. تجربه خیلی خوب. مثلا بتونین دشمنتون رو ببخشین و بغل کنین. چی دیگه میخواین؟ یعنی همه به دنبال اینه که چجوری ببخشن. پس میتونه 16 سپتامبر فرصت خیلی خوبی باشه برای گرد همایی و همچنین یادمون نره. خب دلیل خیلی خوبی خانم نووی به هممون دادن که حتما بریم، هر کاری داریم بذاریم کنار، شنبه شب 16 سپتامبر رو خالی بذارین برای دیدن این برنامه خاص عرفانی. ولی یادمون نره که اجراش توسط هنرمندیه که این شهر رو انتخاب کرد و ماند، این راه رو انتخاب کرد. پس الان اگر حمایتی هم میکنیم، اگر حضوری پیدا میکنیم برای خودمون، یادمون نره که هنرمندمون هم همونجور که از شهر ما حمایت کرد، ما هم بعد ازش حمایت کنیم. من یه توضیح راجع به آدرس بدم خدمت دوستان. بعد از این که ما یه کلیپی از کار دیدیم که دوستان تم این که چجوری میخوان بیان و ببخشن و به کجا ما میخوایم ببریمشون، اون شب البته ما که نه، آقای سولی و همکارانش شما رو میخوان ببرن، بریم یه کوچولو ببینیم، برگردیم، حتما از شما خواهیم خواست که جا و همه امکانات رو به دوستان توضیح بدید. در ضمن آقای فرزاد هم رقص سما دارن در اون شب که قبلا تو برنامه های و تانیا خانم تانیا که این دو در تیرگان 2015 برنامه رو داشتن که تاریخ تیرگان به یاد نداره، تعداد جمعیتی رو تو محوطه بود. بله، شاهکار کارشون که حالا در پایان برنامه با ایشون هم گفتمان کوتاهی خواهیم داشت. اما از آقای سولی اجازه بگیریم بریم فیلم رو با هم تمنا میکنم نگاه کنیم، برگردیم خدمت شما دوستان عزیز و در ادامه برنامه همراه ما باشید. Tonight, I intend, half drunk, dancing and jug of wine in hand, to head for the Sufi market.
in an hour lose, lose whatever I have. How long should I remain pretentious through hypocrisy? How long should I remain selfish through imagination? I must tear the veil of imagination. I must break up the artful repentance. بازار قلندر در نهر اسب
به یک ساعت به بازم هرچه گردان دو تا ما مردوار دور گردون زیر پایانیم پس مشتری را خرقه از سر برکشیم مشتری را خرقه از سر برکشیم زهره را تا هشت گردانیم جهت بیرون شدیم بی جهت در رقص آییم از الست بی جهت در رقص آییم از الست عزم آن دارم که امشب نیم حیف که تموم شد ولی میتونه آغاز دوباره 16 سپتامبر داشته باشه. این غزل عطار از اون غزلهایی که زیر و زبر میکنه شنونده ای رو که اصولا توی این خط فکری هست یا هر کسی رو فکر میکنم به زعم خودش. ولی این مشتری را خیر قرار سر برکشی از اولش بگیم تا بوم برسیم تو بگردان دور تا اولش میگه من باید مست بشم نیمه مست شاهکار و برم تو بازار قلندر به قمارخونه و هر چی که دارم رو در یک ساعت ببازم. حالا چیزایی که باید ببازه چیه؟ تا کی از تزویر باشم خود نه. تا کی از پندار باشم خود پرست پرده پندار می باید درید توبه تزویر می باید شکست. وقت تو ادامهش موقعی میگه این کارا رو که کردیم حالا تو بگردان دور تا ما مردوار دور گردون زیر پای آریم هست مشتری را خرقه از سر برکشیم زهره را تا هشت گردانیم هست. مشتری تنها کره ایستون رو آسود تو کائنات که یه لچک باره سرش و عطارها اون موقع اینا رو میشناختن. زهره را تا هشت گردانیم زهره منظر و سمبل موسیقیه در کائنات. میگه زهره یه کاری کنیم که تو ابد بزنه و ما مثل عطار بی جهت شیم بی جهت در رقص آییم از الست یعنی برگردیم به اینجا فرزاد. یکی از ویژگی هایی که من برای سولی جان واقعا باورمندش هستم به حقیقت خودشم میدونه این هست که در این 25-6 سالی که قریبه به هفته دو شب در خدمتش بودم اینه که از هنرمندان استثنایی است که شعر درست میخونه. یعنی چون درست میخونه چون اون دریافت رو از شعر داره آتیش میگیره خودش و آتیش رو میریزه به سر
آتیش میزنه. آتیش میزنه. یعنی یکی از استعداد، چون وقتی شعر غلط خونده میشه پس یعنی خواننده نفهمیده، پس بنابراین حس درونی درش به وجود نمیاد. مخاطب هم نمیفهمه. بنابراین نمیتونه منتقل کنه. احسنت. بله، صدا زیبا، اشعار زیبا، ولی اینا در کنار هم یک هارمونی میخواد، یک همکاران بسیار و که بشه موسیقی عرفانی. حالا یه موردی رو که من خودم تجربه داشتم توی اجراشون در آقا خان، همین سبک کاری که شما 16 سپتامبر انشاءالله خواهید دید، این بود که کنار من یک مادر و دختر فرنچی بودن، حالا یا کانادایی بودن، وایت وایت، ولی خب چون به زبان فرانسه هم با هم حرف نزدن، چون میدونین که فرانسوی ها خب اصلا با موسیقی ما اصلا کلن با موسیقی یک ارتباط خاصی دارن. من این برنامه رو اومده بودم، برای من خیلی جالب بود، جالبتر از همین که وقت با هم حرف میزدن توجه منو جلب میکردن که من حرفاشون رو گوش کنم. ولی من کلن خیلی حرف فصولن گوشم یه ذره تیز هست، شما که میدونی من 5 توی استودیو حرف بزنم حرفای 5 رو متوجه میشم و جواب میدم، ولی این دیگه کنار دست من بود و من واقعا ناخواسته گوشم کردم، ولی اینقدر زیبا راجع به این برنامه حرف میزدن که من پیش خودم یعنی واقعا خجالت کشیدم که اینا بیشتر از ما ارتباط برقرار کرده بودن. موسیقی فکر کنم اشعار مال ما درسته ترجمه میشد، یه قسمتش خب تمام اشعار ترجمه میشد، ولی به اندازه اینا ارتباط برقرار کرده بودن با این برنامه و مثلا راجع به آیسولی حرف میزدن، راجع به موسیقی، راجع به این متن، راجع به این لحظه ای که اینو گفتن، و اصلا من یعنی گم شده بودم. این خیلی و نمیدونم حالا احساس دیگران چی بود، ولی خیلی برای من این ارتباط، من تعبیری که میتونم داشته باشم برای این بریافت از این صحبت شما این که اولا که موسیقی خود موسیقی یک زبان جهانی داره، ولی موسیقی عرفانی در درون هر انسانی بخش عرفانی نهفته است. این رو باید بیدار کنه کسی، این باید شکوفا بشه تا تمام اندیشه و وجودش رو بگیره. و موسیقی عرفانی این رو ببازه، یه چیزایی رو باید ببازه تا بتونه. منظورم که توی این خانم بهتر فرانسوی یا غیر فرانسوی، خود موسیقی عرفانی اون رو درش زنده میکنه، برای اینکه اون چیزی که درونه اون موسیقی هم همون رو داره میگه. خیلی جالبتر از همه این که مثلا دختر خانم حدود شاید واقعا 18 تا 20 ساله بود، مادر مثلا 40-45 ساله، دو نسل کنار هم به این قشنگی با هم راجع به زبان درون انسانه و زیبا، اسمش از سفر به درون دیگه. بله و درون همه انسان. خب جناب سولی عزیز، من اینجا میخوام هم از شما تشکر کنم برای واقعا این برنامه‌های زیبایی که به شهر ما هدیه میدیم، به هموطنان عزیز ایرانی و به همه جوامع، باعث افتخار همه ما هستین. و همین که خدمتتون بگم که من میدونم شما فل بداهه هم خوب شعر میخونین هم خوب میخونین و همه کاراتون روی دنیای هنر فل بداهه هست، اینو شنیدم راجبتون زیاد، ولی لیلی خانوم به تنهایی خودشون وقتی میکروفون دستشونه کسی عریفشون نمیشه، منم که به هر حال داستان خودم رو دارم، عادت کردم 20 سال دیگه، ولی ما دوتا کنار هم نذاشتیم شما امروز خیلی حرف بزنین و برای دوستان من شرمنده کردی چون همش راجع به من حرف زدی، خوب شد پشت سرم نبود. به همین دلیل دلم میخواد یه تیکه برامون اجرا کنی فعل بده. اذیت نکنی. نه دیگه. والله ما یه بوسی زدم. گفتم که ما خیلی اذیت میکنیم. نه شما همیشه داری چیزی که همه چی داری. مرا عقیق تو باید، شکر چه سود کند، مرا جمال تو باید، قمر چه سود کند. را مست چشم تو نبود، اگر چون مست چشم تو نبود، شراب را چه طرب، چو همراهم تو نباشی سفر
چه سود کنه. اگر که ماه نباشد ستارگان چه زنند، چون را نبود سر دو پر چه سود کند. چون را نبود سر دو پر چه سود کنم. بسیار ازتون ممنون، مرسی، لطف کردیم. خب دوستان اگر موافق باشین بریم و کوتاه قسمتی رو ملاحظه کنین شما و ما هم. آقای فرزاد رسیدن، حیفه که گفتگوی با ایشون نداشته باشیم در رابطه با رومی کانادا. موافقی نیلی خانم؟ آدرس رو نگفتیم. میگم با ما باشید دوستان. بعد از ترانه رخ من سکه زر شد، رخ من سکه زر تا که به میزان برسم. شد روخ من سکه زر تا که به میزان برسن. بله این قسمت رو خانم احمدی ما رو ترک کردن و این مسئولیت رو به عهده من گذاشتن که با جناب فرزاد و آقای سولی صحبت رو ادامه بدیم. این کنسرت که قراره روز شنبه 16 سپتامبر برگزار بشه به همت سه گروه در حقیقت باید بگیم انجام میشه. یک آلن دیویس از کمپانی اسمال ورد میوزیک برگزار کننده هست در این فستیوال و دعوت کننده از این هنرمند عزیز ما آقای سولی، خود آقای سولی، و اما بخشی هم رومی کانادا که آقای فرزاد که شما آشنا هستید در فستیوال های مختلف، در کنسرت قبلی آقای سولی در موزه آخان با رقص سمایشون که سالهای سال پشتوانه تجربه در این زمینه دارن و مهمتر از تجربه شون حس و حالیه که در اجرای این سما و باست هم من دارم اشتباه میکنم، اجرا نه، در این اتفاقی که در وجودشون میفته و این رو ما تماشاگر اون هستیم که بیانش هم بسیار مشکل است حتی برای خودشون. به هر حال سلام عرض می‌کنم خدمتتون آقای فرزاد، آقای فرزاد عطار جعفری که سالهای سال هست که همت کردن و با رومی کانادا که یه بنیاد هست که ازشون خواهش میکنیم رومی کانادا رو معرفی کنن و کارهایی که در این زمینه کردن و همکاری که سالهاست با آقای سولی دارن و در حال حاضر با اسمال ورد میوزیک. سلام عرض میکنم خدمت بینندگان عزیز و خدمت شما خانم نووی. عرض کنم حضورتون رومی کانادا یک بنیادیه که کارهای فرهنگی و مخصوصا تو زمینه موزیک و ریتریت، ورکشاپ اینها انجام میشه در جاهای مختلف کانادا، ونکوور و تورنتو جاهای اصلیش هست البته، و هدف اینه که یه مقداری از اون موسیقی های اصل و اوریجینال منطقه خودمون از بس خراسان بزرگ، افغانستان امروزی تا بردر مراکش و
البته فوکس زیادی به خاطر عشق خودم به فرهنگ ایران روی ایران داره و موسیقی عرفانی ایران، مخصوصا در فولک ایران. و بی تردید وقتی کاری از مولانا عرضه میشه که از فرهنگ قدیم ما هستش و به هر حال به زبان پارسی هست، خواهی نخواهی و سماع اون هست، شما نوع ارائه کننده و معرفی کننده اون هستین دیگه. بچه های مختلف همیشه کمک میکنن. این کارم توی فستیوال های مختلف بوده و این سریز اینر جرنی هم که الان شما میبینین توی شنبه شب، این تکرار اینر جرنی یک هستش. اینر جرنی هم به منظور سفر به درون. بله. دوش هم در تیرگان اجرا شد. بله. که با گروه ریگارد پاکسان بود و اینا هدفش اینه که این موسیقی به شما تجربه رو منتقل کنه و فقط شنوندگی نیست، بصری هم هست ولی حسی هم خیلی زیاد هست. یعنی حسی رو که سوری جان با خوندنشون، یعنی این مجموعه رو کلام از بزرگان عرفان که به اون حقیقتی که من ترجیح میدم نام عشق برام بگذارم به زبان آوردن از طریق کسی مثل سولی که اون کلام رو دریافت میکنه، حس میکنه و به وسیله صداش اون رو عرضه میکنه، شما با حرکات سما اون رو نشون میدین. یعنی در حقیقت صدا، صوت، نوشته یک مجموعه با هم این رو عرضه میکنه. من یک سوالی از سولی جان دارم در این مورد که البته شما سوالتون بفرمایید، من بعد نیادم. این کاری که انجام میشه در حقیقت یک چیزیست که از یک سول شروع میشه. یه اسرائیل هست امریکایی ها دارن که مثلا میگن فران خواننده فران موزیسن has a big soul. این سوله که منتقل کننده این چیزا برمیگه است. از یه جایی پرورش بدم که شروع میشه، شوله میگیره، بزرگ میشه، بعد منتقل میشه. حتی تو سالون که ما داریم اجرا میکنیم، ما آدم ها رو فقط به عنوان شنونده تماشاچی هم رو نگاه نمیکنیم. اینا جز به جامعه ما. بله. ما جا به جا کنه بود و جا به جا کنه است، این اینوالو میکنیم دوستانی که دارن ما نگاه میکنن تو کارمون کاملا و شریکشون میکنیم تو کارمون که اونها هم چیزی بخونن، سماعی بکنن، حتی اگه نشستن هر جایی. دقیقا. و این اون چیزیست که فرزاد جان میگه که ما نمیرخسیم، نه ما سماع میکنیم، سماع میکنیم. ما هم بقول معروف آواز خونی نمیکنیم. ما هم یه روحی تو این کارمون هست که این روح منتقل میشه، من میاد هم خودمون میبره بقول معروف، هم بقیه رو انشاءالله. دقیقا. من حالا سوالی که میخواستم از شما بکنم که شما کنسرت هایی داشتین که درش سماع نبوده و کنسرت هایی داشتین که سماع بوده با فرزاد و خانم تانیا یا آقای رقیب یا خب تفاوت این دوتا برای شما چجوریه؟ یعنی کنسرتی که با سما هست یا بی سما؟ اصلا تو دیفرنت کاتگوریز، یعنی دو تا قصه مختلفه. یه وقت هست که من میام موسیقی اجرا میکنم، یه وقت پاپ میوزیک فرق میکنم. نه نه تو همین زمینه. این موسیقی که من مثلا میام، من میام مثلا از کارهای سهراب سپهری رو میام، اون سول خودشو داره، روح و زبان و اون حرکت و مود خودشو داره، چون همونجا باز ما داریم با کلام، ابزار ما اصلیش کلامه، بعد ملودی و موسیقی. ما ملودی و موسیقی رو به کار میبریم برای رسوندن درست اون کلام و پیام دیگر. اونجا فرق میکنه، اونجا من دارم یه موسیقی رو اجرا میکنم که سعی میکنم خیلی هم موزیکال باشم. اینجا گاه و داری دیوانگی دست میده، اصلا شاید من یه یادم بره دارم. خب ولی سوال من به ادامه این صحبت اینی که حتی مثلا شما تجربه کار موسیقی عرفانی با گروه لیان داشتین، با گروه داشتین در کار موسیقی که کنسرتی که سماع داره در همین زمینه موسیقی عرفانی و کنسرتی که سماع نداره، این تأثیرش برای شما چگونه؟ موسیقی که سماع توش داره بسیار بسیار نزدیک به حال ما در خانقاه و گرش بیشتر احتمالا، ولی موسیقی که من دارم به معنی موسیقی عرفانیه بدون سماع اجرا میکنم ابزارم فرق میکنه
ابزارم فقط ستار و اونجا دیگه ستار و کمانچه نیست، پیانو هم دارم، کیبورد هم دارم و این فضاهای متنوعی در اونجا ایجاد میکنن توی مود. و حالا من این سوال متقابلا از شما دارم. شما در فضاهای مختلف، یعنی فرزند در یک فضای خانقایی یه وقت به دلیل فرزند مراسم شب عروس مولانا یا مناسبت های دیگه که در هر خانقاه و جمع عرفانی پیش میاد انجام میکنین، یه وقت میایین روی صحنه با یک کسی مثل سولی، چون من نیدم با گروه دیگه خاطرم نمیاد، اجرا میکنین. برای شما اصولا یه تعریفی داشته باشین از این دوگانه بودن، یعنی دوگونه بودن، البته نه دوگانه بودن. خب قبل از اون یکیش اون دریاش، این یه قطره ای ازش ما سعی می‌کنیم روی صحنه بیاریم. چقدر قشنگ. راستش از اونجا انرژیمون جور میشه و هیچ وقت ممکنه نشه اون اتفاق بیفته به علاوه همه المنتایی که موجوده. بنابراین این فقط سعییه که ما میکنیم، بعضی وقتا هم اتفاق نمیافته. چقدر قشنگ گفتید. من فکر میکنم خیلی قشنگ گفتید. یکی از سوالایی که متاسفانه به دلیل عدم شناخت مردم مطرح میشه، به دلیلی که تجربه ندارن و نمیدونن که چه اتفاقی میفته که شما به مدت شاید 15 دقیقه، 10 دقیقه یا هر زمان یا هر سماع کننده ای، سوال سختی میدونم، از انتظار جواب ازتون ندارم اگه نخواهیم بدین، چون خیلی مشکل هست، باید یه بررسی فکر میکنم یه متخصص که دانشمند علوم سیستم مغزی باید بیاد و بگه چه اتفاقی در مغز رخ میده در اون زمان سما که اون ایستایی رو داره، بعدا وقتی متوقف میشه هیچ حالت سرگیجه نیست، زمین خوردن نیست و اینها. این رو بعد از نظر علمی به طور قطع تحقیقات شده میدونن. ولی سوال از من شده که تعبیرهای متاسفانه از آدمهای بسیار خاصی که به هر حال آدم انتظار این صحبت رو نداره ازشون، حداقل چون با درجه علمیشون فرضیاتی داشتن به دلیل های نادرست که این طور میشه که سماع میکنن. حالا خودت بگو اگر میشه، اگه میتونی بگی. ببین همون که از معنای لغت میاد گوش کردنه و اون در لحظه اتفاق میفته و این با جمع اتفاق میفته که موزیسیان ها قسمت بزرگشن و حتی هزار و اون موقع شما این مثل یه حالت مدیتیشن توی موشن و حرکت میمونه، هیچ فرقی نمیکنه. شما وقتی میشینین مدیتیت میکنین، سعی میکنین فکرتون رو پارک کنین و نگاه بکنین و افکار میگذره ولی باهاش گرفتار نباشین. تو اون لحظه هم شما روی یک چیز و یک چیز فکر میکنین و خیلی راحت تره تو اون حالت وایسین. برای بعضیا این راحت تره، برای بعضیا میشینن مدیتیت میکنن، هیچ فرقی نمیکنه، کانسپتش یکیه. و این کار هم عملیه فقط موقعی که ما با خودمون هیچ گونه تعارف و رو درواسی و، چون واقعا نمیشه، شما باید کاملا سنترد اتنشنتون سر جاش باشه. بله. و کاملا باید حواستون از سه طرف جمع باشه و هر چیزی که شما رو بیرون بندازه از اینا علنا کار نمیکنه. نه این مقداری هم پرت میکنه کارو اتفاقا. این مصداق صحبت شما بود الان داشتین راجع به شعر عطار میگفتین که پس به بازم هر چه هست اون وقت وقایع بعدی رو پیش میاد. اینها حقیقت هم همینه و تمام عرفان هم همینه. بعد هم موقعی که ما میگیم موسیقی عرفانی، موسیقی عرفانی وجود نداره، عرفان یه عنوانه. یعنی چی؟ هر شعری شعرش عرفانی بود، موسیقی عرفانیه نمیدونم. ولی توی سپریچوال موزیک که شما بخواهید صحبت بکنید، آره موسیقی، بخشی از موسیقی هندوستان، بله بخشی از موسیقی افغانستان، بخشی از پاکستان، نصرت فاتح علی خان، نمیدونم برادر صبری، پروین یا پروین عابد،
یعنی آدم میبینه که آره موسیقی عرفانی نیست ولی چه آدم های عارفی هن اینا به اون کاری که میکنن. دقیقا به اون کاری که میکنن شناختن اون کارو و بعد انجام. و حتی در فرست نیشن های کانادا هم ما میتونیم اینو موسیقی رو پیدا بکنیم. من تو ونکوور دیدم. بله بله در نوع کامل. من قبل از اینکه بخوایم برنامه به پایان برسه، من نمیدونم چقدر فرصت داریم هنوز، یه اطلاعاتی راجع به مکان و زمان خدمت شما دوستان تقدیم بکنم. شنبه، همین شنبه که در پیش است، 16 سپتامبر کنسرت برگزار میشه. محل کنسرت است در کلیسای سن آندرو در خیابان کینگ و یونیورسیتی در نبش خیابان، یعنی وارد کینگ و یونیورسیتی وارد که بشن، اولین تقاطع یک طرفش روی تامسون هال هست و یک طرف دیگه کلیسای سن آندرو هست. کسانی که با مترو تشریف میارن میتونن ایستگاه سن آندرو پیاده بشن، کلیسا رو میبینن. دوستانی هم که با ماشین میان میتونن بیان به خیابان کینگ و در پارکینگی که حتی از در پارکینگ روی تامسون هال هم میتونن پارک کنن، یا در خیابان بله بله زیر چرچ هم پارکینگ وجود داره که مشترک با روی تامسون هال. بلیط ها رو از کجا تهیه کنید؟ بله از کتاب فروشی پگاه میتونین مراجعه کنین و دریافت کنین، میتونین به سوپر خوراک مراجعه کنین و دریافت کنین، و دوستانی که راحت تر میتونن آنلاین بگیرن از طریق آنلاین رو تهیه کنین. رومی کانادا در فیسبوک یک صفحه داره، میتونین به اون صفحه مراجعه کنین. به ایونت های شهر تورنتو میتونین مراجعه کنین، فروش بلیت رو باز هم مشخص کرده که میتونین آنلاین بگیرین. اگه اطلاعات بیشتری هستش آقای فرزاد بدن. سایتش هست smallworldmusic.com. بله smallworldmusic.com که آقای آلنده ویس به صلاح مدیر این سنتر یا این مرکز یا این سازمان هستن، بسیار فعال هستن، کارهاشون بسیار زیباست که من فکر میکنم شما با مراجعه به این فستیوال مشتاق دیدن کارهایی در زمینه فرهنگ‌های دیگه هم خواهید شد. بنابراین ما منتظر شما هستیم که در روز شنبه 16 سپتامبر تشریف بیارید. من یک سوالی از جناب سولی دارم، این که قبلا گفتین شما فرمودید که کنسرت یک سره هست. میشه برای دوستان فقط بگین چند قطعه هستش و از چه شعرهایی؟ تا این چیزی که حتی الان تصمیم گرفتیم یه چیزی نزدیک 8 قطعه هست ولی به شمارش قطعه نیست و حال و هوای آمادگی که ما تا یک ساعت و ربع، یک ساعت و 20 دقیقه حدودا یک سره برنامه اجرا خواهیم. بله و قطعات بیشتر از عطار و از مولانا هست، بنابراین مطمئنم که تجربه ویژه‌ای خواهید داشت در اینجا. و از آقای فرزاد هم بسیار متشکریم که اطلاعات به ما دادن. همکار دیگرشون خانم تانیا هم باهاشون حضور خواهد داشت که این دو در تیرگان 2015 قوقا کردن. رکورد تماشاگر در تیرگان 2015 برای این برنامه برای در تاریخ فستیوال های هاربر فرانت از 25 سال پیش تا حالا سابقه نداشته و در اون فضا خیلی عجیب بود. من اصلا نمتن نمیتونم تصور کنم اون همه جمعیت در اون فضا. به هر حال از جام سولی بسیار متشکرم، دوست عزیزم، جدا از اینکه حالا به هر حال هنرمندی هستن، واقعا افتخار میکنم که این سعادت رو داشتم که آشنایی بین ما به وجود بیاد و بهره بگیریم از حضور در زمانی که ایشون در حقیقت رابطه بین من و مولانا میشن در جمعی که هستیم. من واقعا نمیدونم چجوری تشکر کنم، مطمئنم جامعه هم ازشون تشکر خواهد کرد. از آقای فرزاد هم خواهد تشکر میکنیم و امیدوارم که آرزو میکنم که واقعا کنسرتی رو که شما به این زیبایی عرضه میکنین مشتاقان رو این اطلاعات به مشتاقانش برسه و اونها این رو دست ندن. با امید دیدارتون باور کنید اگه بعد این برنامه، حالا اگه دشمنتون هم بغل نکردید ولی لبخند به لب و با حال خوب و مشروف بروکنید. بسیار عالی، سپاسگزارم، امیدوارم که بسیار از شما رو در اون برنامه ببینید. روزگارتون خوش، وقتتون خوش.
هستم، دلا مشتاق دیدارم، غریب و عاشق و مستم، کنون از ملقا دارم، من اینک رخت بربستم، کنون از ملقا دارم، من اینک رخت بربستم. عاشق و مستم، دلا مشتاق دیدارم، غریب و عاشق و مستم، کنون از ملقا دارم، من اینک رخت بربستم، کنون از ملقا دارم، من اینک رخت بربستم. بدین قبل نمازارم، در وادی که من هستم، در وادی که من هستم، دلا مشتاق دیدارم، غریب و عاشق و مستم، دلا مشتاق دیدارم، غریب و عاشق و مستم، کنون از ملقا دارم، من اینک رخت بربستم، کنون از ملقا دارم، من اینک رخت بربستم. مرا جانی در این قالب و آنگه جستم مزد، که اندر نیستی جانم، که اندر نیستی جانم، ز عشق تو برون جستم، ز عشق تو برون جستم، دلا مشتاق دیدارم، غریب و عاشق و مست، دلا مشتاق دیدارم، غریب و عاشق و مست، کنون از ملقا دارم، من اینک رخت بربستم، کنون از ملقا دارم، من اینک رخت بربستم. اگر جز دامنت گیرم، بریده باد این دستم، بریده باد این دست، دلا مشتاق دیدارم، عاشق و مست، دلا مشتاق دیدارم، غریب و عاشق و مست، کنون از ملقا دارم، من اینک رخت بستم، کنون از ملقا دارم، من اینک رخت بربستم. Oh.
هوای خود به اقبال چنین عشقی اقبال چنین عشقی شر خیشتن رستم شر خیشتن رستم دل نامستاقه بیدارم قریب و عاشق و مست دل نامستاقه بیدارم قریب و عاشق و مست دل نامستاقه بیدارم قریب و عاشق و دل نامستاقه بیدارم قریب و عاشق و مست دل نامستاقه بیدارم